حالا چیزی که اینجا هست، مرکب به اضافه نیروی حیات، اینجا نفس به اضافه جان. اینجا این مرکبه، اسمش انسانه. شما میرید برای ماشینتون سیستم توربو سوار میکنید. سیستم توربو روی انواع و اقسام موتورها میاد اکسیژن رسانی رو، هوا رسانی رو، توربو جریان کمپرسوری داره که هواده به اصطلاح موتور رو به نحو کامل انجام میده و احتراق کامل میشه. خب شما میاد نمیدونم روغن موتور ماشینتون رو بهترینش رو انتخاب میکنید، نمیدونم سیستم های مختلف رو در این رابطه، مثلا میرید بنزین سوپر میزنید، اجازه یکی میره بنزین نمیدونم معمولی میزنه، یکی میره بنزین سوپر میزنه، میتونه بزنه، خب میتونه بزنه میتونه نزنه. اینجا حلقه ها تسهیلات حرکته، مثل همون جریان توربو میمونه، مثل جریان نوع روغن میمونه، نوع بنزین میمونه. شما یا ما بلغ این تسهیلاتی است که وجود داره، میتونیم استفاده کنیم، میتونیم استفاده نکنیم. یه نفر اصلا نمیدونه سیستم توربو چیه، درسته؟ اگر ندونه سیستم توربو چیه اصلا هم به فکرش هم نمیرسه که بیاره همچین سیستم بذاره رو فرضاً سوار کنه روی موتورش. خب درست میگم یا نه؟ بنابراین شما یه نفر نمیتونه بیاد بگه که قبول نیست، من نمیدونستم سیستم توربو هست. خب قبول نیست نداره، میگن خب میبایستی میرفتی ببینی چه چیزایی میتونه کمک بکنه تا احتراق موتور شما کامل باشه. حالا ممکنه که در نمیدونم یه آینده نزدیکی یه سیستمایی به کار گرفته بشه، نمیدونم چرخهای کنترل شده انرژی هستی، شما نمیدونم یک چیزی رو، الکترودی رو داخل جای جا بدین، این در واقع بتونه یک انرژی هستی کنترل شده رو، مثل اون چیزی که در کشتی های اتمی نمیدونم زیر دریای اتمی وجود داره، یک سیلندری رو جا بدن یه جایی و اون شروع کنه کنترل شده، خب در واقع واکنش زنجیره رو به ما ارائه بده.